یه پسر که با یه رد و برق به زندگی برمیگرده به دنبال این هستش که اعضای بدنش رو دوباره پس بگیره و تبدیل به یه آدم کامل بشه ادامه ویدیو اسپویلر هستش پس مواظب باشید ممنون میشم که اگه که ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم برای حمایت از ویدیوهای طولانی بذارید اگر هم دوست دارین فیلم ها رو به صورت خلاصه ببینید میتونید همین الان سابسکرایب کنید فیلم توی سال 1989 روایت میشه شخصیت اصلی قصه یه دافی هستش به اسم لیسا از قرار معلوم توی سال اخیر یه اتفاق خیلی ناگوار برای این لیسا خانم پیش اومده و برای همین دوچاره یه سری مشکلات روانی شده که مطمئنم بعد از اینکه توی یه سال دلار اینقدر گرون شده هممون دوچاره این مشکلات شدیم بفهمم از این قرار بوده که لیزا قبلا با مادرش زندگی میکرده تا اینکه یه روز یه روانی عوضی میاد و مامانش رو جلوی چشاش میکشه لیزا تونسته این وسط با قایم شدن زنده بمونه ولی مرگ مادرش باعث شده که از اون موقع مدام به فکر خودکشی باشه و نوشتهای غمگین بذاره پروفایلش توی بیوش هم بنویسه که دایرکت بلاک حالا لیزا توی شهر دیگه با بابا باباش یعنی دیل و نامادری عوضیش یعنی جنت زندگی می‌کنه. جنت دختر همسن لیزا هم داره که اسمش تفیه و با اینکه با لیزا خواهر ناتنین همیشه باهاش مهربونه و اون رو مثل مثل واقعیش میدونه <متحد> میدونم چه فکری تو سرتون دارید منحرفا تا اسم خواهر ناتنی میاد همتون فکرتون میره سمت چیزای اشتباهی یا <متحد> <متحد> شیطون بلا تفی خیلی برونگر و همیشه با لیزا گپ میزنه ولی لیزا ترجیح میده که تنها باشه و اوقات فراغتش رو میره قبرستون برای قبر یه پسر کتاب میخونه این پسر بنده خدا تو سال 1837 فوت کرده از بدبختی قبر این پسرم خیلی پوسیده شده. و تنها ردی که از اسمش باقی مونده لغت آخرش که کلمه آین هستش به خاطر همین لیزا پسر رو فرانکشتاین صدا میکنه حتی گردنبند مادر خدا ورزش رو میندازه گردن سردیس قبر پسره چون که هر دفعه که گردنبند رو میبینه یاد اتفاقای ناخوش میفته و حالا روزش خراب میشه دیگه توی انیمیشن از توی فیلم ما با زندگی این پسر آشنا میشیم بند خدا توی بچگی با رو از دست داده و یتیم شده وقتی که بزرگ شده پیانو یاد گرفته و تونسته خلاصه مخه دختری رو بزنه ولی متاسفانه یکی از روزا قبل از اینکه بتونه هیچ حرکتی بزنه یه رعد و به پسره اصابت کرد و بند خدا فوت فوت کرده دوست دخترش هم پسر رو توی اون قبرستون خاک کرده و بعد از یه مراسم ترحیم شیکو پیک خورمه ها رو پخش کرده و رفته دنبال زندگیش اون شب تفی به لیزا پیشنهاد میده که با هم دیگه برن پارتی تا یکم حال و هواشون عوض بشه همچنین تفی یه ماشین مخصوص برونزه کردن صورت داره و به لیزا میگه که میتونه ازش استفاده کنه ولی وقتی که لیزا میره تا خودش رو برنزه کنه ماشین اتصالی میکنه و یک کمی لیزا رو برق میگیره توی راه پارتی لیزا به تفی میگه که روی پسر به اسم مایکل ترند کرایس زده که این یارو مایکل تدوینگر عجله مدرسه است همین که اونا میرسن به پارتی تفی مشغول صحبت با رفیقاش میشه و لیزا تنها میمونه اینجاست که مایکل میاد جلو و سر صحبت رو باز میکنه اون میگه که مقاله که لیزا برای مجله مدرسه می رو دوست داره به نظر میاد که میخواد مخش رو بزنه تا اینکه یه دختر به اسم تامارا از راه میرسه و به جفتشون مشروب تعارف میکنه. این دو تا مشروبا رو میخورن و معلوم میشه که توش مواد قاطی کرده بودن برای همین لیزا از حالت معمولی خارج میشه و چند ساعتی رو نشه میگذرونه کمی میگذره تا اینکه همکلاسی لیزا داگ لیزا رو میبره طبقه بالا میخواد از موقعیت نهایت سوء استفاده رو ببره و شروع کنه به دست کردن بهش برای لیزا جلوی داک رو میگیره و توی همون حالت از پارتی دور میشه و برمیگرده خونه توی راه خونه لیزا یه سر به قبرستون میزنه و وقتی که میرسه به قبر پسره آرزو میکنه که کاش میتونست با این پسر فرانکشتاین باشه و یه رد و برق با قبر پسر برخورد میکنه اون شب وقتی که لیزا میرسه به خونه میزنه آینه دستشویی رو میشکنه و بعد از اینکه میخوابه یه خواب خیلی عجیب میبینه اون میبینه که مثل عروس فرانکشتاین لباس پوشیده و با پسر توی قبرستون ازدواج کرده ما رفتم به یه قبرستون تو ترکیه و خیلی کنارم دیگه خوشحالم خلاص صبح فرداش لیزا بیدار میشه میبینه که یه عالم نقاشی ترسناک روی دیوار اتاقشه که احتمالاً توی خواب اونا رو کشیده نامادرش بابت اینکه آینه رو شیکونده تنبیهش میکنه همچنین باباش به خاطر اینکه دیشب مست و رو اومده خونه ازش خیلی ناامید شده در نتیجه واردنش تصمیم میگیرن که لیزا رو بفرستن سر کار نیمه وقت تا بتونه که پول آینه رو در بیاره فردا این روز لیزا سر کارش توی خیاطیه که اتفاقی مایک وارد مغازه میشه اون از لیزا بابت اتفاقی که دیشب توی پارتی افتاد معذرت همین هم باعث میشه که کراش لیسا بهش شدیدتر بشه اصل اون روز بعد از اینکه لیزا میرسه خونه همه خانواده میرن سینما و لیزا خونه میمونه چون که همون هم خسته است و به شدت گشنه کمی بعد وقتی که لیزا تنهاست و داره فیلم نگاه میکنه یه موجود زامبی مانند وارد خونه میشه و لیزا رو میترسونه لیزا هر چی وسایل دم دستش رو پرت میکنه سمت حیلا و وقتی که میبینه که چاره ای نداره با به فرار میذاره و میره توی حیات همین شلوغ کاریا باعث میشه که شیلنگای آبیاری چمنهای حیات فعال بشن و کمی از کثیفی بدن حیلا رو بشورن بعد از این قضیه لیزا برمیگرده توی خونه و سعی میکنه که به پلیس زنگ بزنه ولی هیولا نشون میده که قصد نداره به لیزا آسیب بزنه در نتیجه کنجکاوی لیزا گل میکنه و هیولا رو میبره داخل اتاقش توی اتاق لیزا هیولا به یکی از نقاشی های لیزا اشاره میکنه علاوه بر این گردنبندی که لیزا انداخته گردن قبر فرانکشتاین رو بهش نشون میده و ثابت میکنه که همون پسر است که زنده شده خلاص اولین کاری که لیزا میکنه اینه این که یارو رو میندازه توی حموم میگه که خودش رو بشوره کمی بعد خانواده لیزا از سینما برمیگردن و جنت به هم خونه رو میبینه شروع میکنه به داد و هوا رو لیزا رو دعوا میکنه دختر بنده خودم به گریه میفته و میره برمیگرده به اتاقش و میگیره میخوابه فرانک هم که این وسط توی اتاق قائم شده و تمام شب توی کمد میمونه فرد این روز لیزا به درخواست فرانک یه لباس جیگول بیگول میپوشه و میره مدرسه لیزا میرسه به مدرسه و میره سراغ کمد وسایلش تا اینکه مایکل از راه میرسه تا باش حرف بزنه ولی تفی میاد و مایکل رو میپیچونه تا بره رد کارش بعدا تفی از لیزا میخواد که اون شب رو به جای اون کار کنه چون که خودش میخواد شب رو خونه رفیقش بمونه از اون ور توی خونه فرانک کردن غیرتش تو این صد سال خوش نشده میرو یواشکی یک هر میندازه توی سوپ جنت تا انتقام گریهای دیشب لیزا رو بگیره جنت هم وقتی که متوجه میشه فکر میکنه که همه اینا کار لیزا و تصمیمی که دختره رو از خونه بندازه بیرون از اونور ور جنت یک کنفرانس کاری داره و بعد چند روزی بره به شهر دیگه ولی نمیتونه که لیزا رو ول کنه و در نتیجه میمونه برای همین به جای رفتن به کنفرانس وقتی که لیزا میرسه خونه جنت شروع میکنه به توهین کردن به لیزا و اینکه اون باید از اون خونه بره فرانک این وسط قائم شده و نمیتونه که این رفتار رو تحمل کنه در نتیجه چرخ خیاطی رو برمیداره و با یه ضربه 20 امتیازی جنت رو می‌کشه. بعدش فرانک در حرکت عجیب گوشهای جنت رو می‌کنه و از لیزا می‌خواد که اون رو بدوزه به بدنش. لیزا هم که از اول از جنت خوشش نمیومد، از مرگش ناراحت نمیشه. در نتیجه با فرانک همکاری می‌کنه و جنت رو توی قبرستون خاک می‌کنن. بعدش هم برمیگردن خونه تا گوش فرانک رو بدوزن. ولی بعد از اینکه لیزا گوشش رو می‌دوزه، فرانک عکس رعد و رو برق رو, روی دست لیزا می‌کشه و بهش حالی می‌کنه که با شوک برقی گوشش رو احیا کنه. لیزا یاد اون دستگاه برونزه کردن پوست مکتفی میفته که بهش شوک برقی داده بود و فرانک رو توش میخوابونه در نتیجه بعد از اتصالی کردن و برق گرفتن فرانک گوش چپش شروع میکنه به کار کردن و یک کم هم صورتش از بین میرن خلاص اون شب میگذره و دیل و تفی از مرگ جنت مطلع نمیشن چون که فکر میکنن که اون برای کارش رفته کنفرانس رو چند روزی نمیادش دیگه از اونورم لیزای لیزا نقشه میریزه و اون یه نامه الکی با یه عالمه قربون صدقه رفتن برای داگ همونی که توی مهمونی وقتی که مسبود میخواست روش حرکت بزنه میفرسته و بهش میگه که چهار بعد از او بیاد لب تا با هم دیگه حرکت بزنن داگم که معلومه که از خداش و تشنه است سر ساعت میاد اونجا لامصب ایزا گولش میزنه و میبردش داخل قبرستون که فرانک از موقعیت استفاده میکنه و داگ رو میکشه و با هم دیگه خاکش میکنن خلاص اونا دست داگ رو میکنن و مثل گوش جنه دست رو میچسونن به فرانک و احیاش میکنن حالا که فرانک خوشحاله و همه جوشهای صورتش داره کمکم -کم از بین میره توی اونجا صد سالش عروسی شده و دوباره احساس جوونی میکنه اون میشینه پشت پیانو و دو سه تا آهنگ مستی برای لیزا میزنه لیزا هم که کیفش کو که با آنگا میخونه و میرقصه مدتی میگذره تا اینکه تفی و دیل واقعا نگران جنت میشن بنابراین گزارش گم شدنش رو به پلیس میدن در نتیجه لیزا به فرانک میگه که میدونه که دیر یا زود قراره که قضیه لو بره برای همین میزنه به سیم آخر و میخواد که قبل از اینکه دیر بشه و اون رو ببرن زندان برای یه بارم که شده با مایکل یه رابطه آبگوشتی رو تجربه کنه صبح فردا میرسه و همه میترسن چون که داگ گم شد و نیومده مدرسه درزم خبری از مایکل نیستش و همه نگرانن هم. مدیر مدرسه لیزا رو صدا میزنه به دفترش و بهش میگه که تامارا اون رو دیده که دیروز یه نامه مثبت 18 گذاشته تو کمدش لیزا میگه که از قضیه خبر نداره و داگ اون روز نیومده به دیدنش تامارا در جواب میگه که دروغ نگو اون داگی که من میشناسم گشنه همبرگر بود و از خداش بود که بیاد شاید تو کشیشا همونطور که ممکنه که مامانت هم خودت کشته باشی یا این بس باعث دوام شد. سر آخر لیزا مدرسه رو ترک میکنه تا برگرده خونه توی راه خونه لیزا فرانک رو میبینه که سوار ماشین شده اونم سوار میشه و تاس میگیره که برن خونه مایکل تا لیزا باهاش بخوابه چون که تنها که توی دلش مونده اینه که با از دنیا نرو قبل از رفتن یه سوسیسی بر بدن بزنه خلاصه شما رو نمیدونم ولی حس میکنم که این فرانک گواینامه نداشته باشه اگرم داشته باشه احتمالاً منقضی شده خلاصه لیزا میرسه خونه مایکل و صحنه ای رو میبینه که حاضر بود بمیره ولی نبینه اون میبینه که مایکل و تفی روی تخت تنها دارن دلی از عزا در میارن و انگار سوسیس مایکل قسمت تفی شده مایکل به لیزا میگه که هیچ وقت واقعا اون رو نمیخواسته لیزا تعجب میکنه و داره توی اوج عصبانیت باشون بحث میکنه و سرشون داد میزنه تا اینکه در کمال ناباوری فرانک با یه تبر وارد اتاق میشه و میزنه سوسیس مایکل رو قطع میکنن تفی از این قضیه به شدت شوکه شده در نتیجه لیزا بهش کمک میکنه تا از خونه مایکل خارج بشه می میبردش خونش حالا که فرانک گن زده توی همه چیز لیزا با یه تبر میره سمت قبرستون و تصمیم میگیره که کسی که خودش زنده کرده بود رو دوباره بکشه لیزا و فرانک توی قبرستون همدیگه رو میبینن و میخوان که به این قضیه کسیف پایان بدن ولی توی لحظه آخر متوجه میشن که عاشق همدیگهن و این قتل و جنایت باعث شده که به همدیگه علاقمند بشن خدای خیلی هم به هم دیگه میان سر همین دلیل لیزا میگه که تو زدی که اون یارویی که ما روش کراش زدیم رو حالا بیا خودت این کار ناتمام رو تمومش کن فرانک هم با کمال میل قبول میکنه ولی یه مشکلی هستش اون اونجاش رو از دست داده ولی اونجای مایکل رو از جیبش در میاره و بقیهش رو هم که میدونه چی میشه لیزا اونجای مایکل رو به بدن فرانک میدوزه و با کمک دستش احیاش میکنه و فکر کنید اونجاش احیا میشه چطوری میشه مثلا یه دفعه اینجوری پینگ میپره بالا بعدش اونا که میدونن که پلیس رو فرصت زیادی ندارن همونجا کارشون رو انجام میدن سر آخر برای اینکه تا با هم دیگه باشن لیزا تصمیم میگیره که خودکشی کنه برای همین توی دستگاه میخوابه و فرانک درجه دستگاه رو میذاره روی حد اکثر و وقتی که بابای لیزا برمیگرده میبینه که خونشون آتیش گرفته و لیزا مرده حالا چند ماه گذشته و بعد از مرگ لیزا یه روز پنجشنبه ای هم تفیوه هم باباش میان سر قبرش اما بعدش ما لیزا رو میبینیم که روی نیمکت پیش فرانک که احتمالا فرانک به زندگی برش گردونده نتیجه اخلاقی داستان مراقب سوسیزتون سر تخت باشی.